آره از آن معلومش هستم. خب من از روزی که ببین من یه آدمیم باران ترانه جون، من یه آدمیم که اصلا حسادت نمی کنم بهش، ولی از زمانی که دیدم موهای تو چقدر زیباه به تو میاد و من تو خیلی استایلمون نزدیک به هم، درست قد بلند لاغر، و به خاطر همین میخوام موهامو مثل تو بلند کنم. دورت بگردم نظر لطفت عزیزم، فقط آره خیلی از الان بهش برس، چون بلند بشه بهش نرسی ریزش شدید پیدا کنه، تو میتونی تقویت کنی و گیری کن، اینا خیلی مهمه. به نظر تو که مثلا موهای منو میبینی موهای سالمیه یا نه؟ آره سالم سالم، ولی کلا میخوای مد سالم بمونه همیشه نوگیری کن، هر 2 3 ماه یه بار نوگیری کن، هم رشدش بیشتر میشه هم سالم میمونه. سالم. خب خیلی خوش اومدی، چه خبرها؟ از خودت بگو، یه کوچیک معرفی کن قانون لایو همیشه. من ترانم هستم، 24 سالمه، از تهران ترنسم. ترنس تران هنوز هورمون میخوری؟ آرش خب بعد این چی میشه؟ بعد این باعث نمیشه که مثلا تو دیگه نتونی بدی؟ نه اتفاقا باعث میشه که بیشتر بدم. خیلی آب دیر مثلا هورمون باعث میشه که آب آدم نیاد نه؟ ببین بسته که داره، مثلا اگه کلا آب دادن رو ترک کنی، خب کلا نخواه ارزاشیره هورمون بخوری، مثلا برای 2 3 سال کلا آب ندی، این باعث میشه که آره مثلا خیلی دیر بیاد یا کم بیاد یا ذره بیاد، ولی من کارو نمی کنم. من مثلا 2 ماه که هورمون میخوام 2 3 بار حداقل ارزا میخوام خودم. بعد یه چیزی میگفتن که ترانه جان، میگفتن که وقتی که هورمون میخوری دیگه نباید جرق بزنی، چرا؟ چون هورمونای مردونت دوباره فعال میشه. خب این چه بدبختیه که آدم داره؟ من بچه خاک تو سرم میکنم، میخوان زنشین باید مرچین، دوباره میخوان مرچین دوباره باید زنشین. بس خدا رو شکر خودم که نه هورمون میخورم و هم هر شب جرق میکنم و هم هر شب پون میدم. اگه از اون که هستی راضی هستی هورمون نخوری چه بهتر، تو که نه صورتت مدر میاره نه بدنت مدر میاره نه بدنت دو نقطه، اوکی هورمون نخوری عزیزم. من نه، من اصلا تا حالا هورمون نخوردم، چون برای من مثلا من هر کاری تو این دنیا میکنم فقط به خاطر کیره، و اگر مثلا من بخوام دخترونه بشم ولی کیر نباشه چه فایده؟ همین واقعا. من اگه من هر کاری میکنم مثلا لایف میذارم، مشتری میگیرم، کون میدم، هر کاری میکنم به خاطر کیره. خب ولی اگر من بیام هورمون بخورم و بدنم داغون بشه، نتونم جرق بزنم، نتونم کون بدم، خب پس برای چی بخورم؟ همین 100%. اصلا نیازی هم نداره تو بخوری، تو که نمیخوای عمل تغییر جنسیت بدی، نمیخوای دختر کامل بشی، نه پوست بده نه ریش سیبیل داره، هیچ که همه چی تو که اصلا نیاز به خوردن نداره. اگه مخ خودت هم داره. نه من اصلا، ولی واقعا نتونستم مثلا درک کنم مثلا کسایی که مثلا چیز میخورن، کسایی که همین هورمون میخورن، نظر تو چیه؟ چرا اینقدر مثلا ترنس ها دوست دارن مثلا دخترونه باشن، کیرشون رو قایم، مثلا تو منو دیدی من همیشه با کیرم راه میرم تو آشپزخونه، همین جایی که لایو میذارم کیرم تو دستمه، میشینم لباس زنونه نمیپوشم، از همین چیزی که هستم راضیم، ولی خب خیلی ترنس ها میبینم واقعا کیرشون رو میگن مرده نبینه کیرمون رو جمع میکنن، کیرشون رو لباس های همیشه سکسی روی مثلا سینه هاشون رو میدن بیرون، مثل مهتاب دیدی که شطور هم از اینقدر سینه شو میده بیرون، بعد خیلی ترنس های دیگه این کارا رو میکنن، نمیتونم کنار بیام. خب میگم مثلا معنی یه پسرم کون میدم، من با تیشرت میام تو لایو، چه دلیل داره که من این همه سینم رو بدم بیرون، این همه سینه بندای عجیب غریب، کس و کون و همه چی رو قایم کنم، کیرم و کسی نبینه، چرا؟ خب میخوام بیشتر جلب توجه کنم، یا میخوام مشتری زیاد جلب کنم، یا مثلا میخوام تو خیابون بیشتر بهشون توجه بشه، بلکه اینکه میگی کیرشون رو میخوان نشون ندن و تو ایران که میدونم چطوریش، هم تا بفهمن طرف چطوری سر میخوام مسخره کنن، دست بگیرن وای این چه لپاشه، این چه لپاشه، دو جنسه دو جنسه، واسه هم ترجیح میدن خودشون زیاد نشون ندن کسی دارن، اینش واسه هم پنهونش میکنن. تو خودت چجوری هستی؟ تو استایل چیه وقتی بیرون میری؟ عشقم من بیرون که میرم لش میپوشم، اصلا تیپ های خانمی نمیزنم، یعنی لش میپوشم، تیپ لش رو تحول لش رو، ولی خب شالا یه موقعی سرم میکنم، یه موقعی کلا میذارم، ولی خب میفهمن
که دخترم لش دخترونه میزن، لش پسرونه نمیزن. لش پیشده. بعد مثلا پسرایی که مثلا تو میری، وقتی میری بیرون چقدر پیشنهاد داری؟ عشقم من زیاد بیرون پیشنهاد ندارم، چون خیلی چرا؟ اخلاقم بیرون، اخلاقم خیلی بده بیرون، اخمام تو همه اصلا رو به کسی نمیدم. خب که مثلا الان تو بیرون میری، مثلا تو مترو سوار تاکسی میشی، اسنپ میگیری، کسی بهت پیشنهاد نمیده؟ چرا؟ ولی نه مثل دوستایی دیگه، دوستایی دیگه هم باشون میریم بیرون خیلی پیشنهاد بهشون میده، چون خودشون دوست دارن. ولی من بیرون زیاد اوکی نیستم. ولی عشقم مترو که عشقم، تو چه بخوای چه نخوای پیشنهاد بدی بری توش همه میمالنت، اینقدر شلوغه همه دارن میمالنت. مترو بحثش خیلی فرق میکنه. آره درسته. بعد اینکه تو فکر کنم مثل منی، من یه آدمیم که فقط تو خونه شیطونم. من وقتی بیرون میرم خیلی سنگینم، یعنی هر کی منو بیرون میبینه میگه تو آره، میگه تو آره، یعنی میگم آره. بعد مثلا یه بار که من یه سفر رفته بودم ترکیه، بعد من ما مثلا هر سال یک ماه میرم ترکیه که کوم بدم. بعد یک ماهی که رفته بودم اونجا کوم بدم، بعد من با پسر خالم رفته بودیم، بعد که رفته بودیم اونجا مثلا هر کی مثلا یه دوست پسر خالم بود اومد، بعد منم باهاش بودم، گفت این کیه؟ گفت به نظرت این کیه؟ گفت چقدر شبیه آرین عارفیه. گفتم آ، گفت خودشه. گفت یا ابوالفضل تو چرا اینجوری، تو چقدر ساکتی، اصلا مثل لایبات نیستی. گفتم من اصلا بیرون وقتی بیرون میرم خوشم نمیاد مثلا اتفاقی برام بیفته، خوشم نمیاد یکی بهم شماره بده، خوشم نمیاد یکی بهم پیشنهاد بده، اصلا حتی سرم همیشه پایینه، اصلا متنفرم. من اعتقاد دارم که اینو من خونه دارم، من کونامو تو خونه میدم، من بیرون جای این کارا نیست. اونایی که بیرون میرن ببخشید کسای بدبخت یا کونیای بدبختی که میرن بیرون دنبال کیرن، اونا آدمای بدبختی هن که اصلا تو زندگیشون کیر نخورده. ولی مثل یکی مثل من که اینقدر کیر خورده، همیشه کیر، و صبح بیدار میشم هزار تا کیر مثل درخت انار بال سرمه، چرا باید برم بیرون که اونجا بیرون محل پرایوسی منه، شخصی منه، که من خواهم پیاده روی کنم، ریلکس کنم و یکی بیاد بهم پیشنهاد بده. باورت میشه حتی من الان میرم تا باشگاه، میرم هزار تا ماشین نگه میدارن، سرمو بالا نمیکنم که نگاه کنم که طرف کیه، چون متنفرم از این کار. یکی بیاد جلو ماشین برام بوق بزنه خانم سرویس نمیخوای اینا، خیلی بدم میاد. آره واقعا. برای یه چیز دیگه هم هست آرین، تو مثلا بیرون از که شماره میگیری، خب نمیدونی دقیقا شخص طرف چیه. خب آیا تو مجازی مثلا باش چت میکنی یا صحبت میکنی، اوکی میشه این طرف شخصیتش چیه؟ این بهتر به نظر من، بیشتر میتونه اعتماد کنه تا بیرون از اینکه شماره بگیره. من دقیقا مثل تو هم، اصلا بیرون خیلی اخلاقم بده، اصلا کلا رو به کسی نمیدم، دوست ندارم کسی، اصلا میخوام راحت باشم بیرون که میرم راحت باشم. منم همینم، دوست دارم بیرون میرم. من وقتی ببین من، چون تایم من خیلی برام با ارزشه، من تک تک ثانیه های زندگیم رو برنامه است. باور شاید ترانه جون، تو میدونی که من اهل دروغ نیستم و خیلی دختر باهوشی هستی. وقتی که با من صحبت میکنی میدونی که آریان کجاش داره دروغ میگه، کجا داره راست میگه. باورت میشه من الان برای مرگم برنامه ریختم؟ یعنی مثلا چه جوریه؟ باورم که میشه، من چه برنامه ریخته؟ دور از آره، مثلا من الان برنامه میخوام که من تو این سال میمیرم و تو این سال بعد همه چی مرتب باشه، همه قسطامو داده باشم، همه کونامو داده باشم، خونه مرتب باشه، همه همسایه‌ها رو رضا، همه کاراشو کرده باشم. من اینجوریم، یعنی من الان برای مرگ، لحظه مرگ من برنامه دارم، اینقدر زندگی من رو اصوله اینجوریه. تو موقع مرگ من باید خونت مرتب باشه؟ من زمانی که میخوام بمیرم باید خونه کاملا مرتب باشه، لایوا تموم شده باشه، همه چیز، آره، سینک تمیز باشه، همون دستشوی تمیز باشه، تختم مرتب باشه، بمیرم. در غیر این صورت باشه تو همون لحظه مرگم من ناراحتم. یعنی البته که دور از جونه، ولی خب خوب واسه همیشه برنامه ریزی داره. یعنی توی آدم موفقی، کسایی آره که موفقی همیشه برنامه ریزی داره. آره اینجوری هم مثلا من از اینایی نیستم که بمیرم ببخشی کونم بالا سرم بالا باشه تو خیابون بمیرم، نه. من برنامه میخوام که اگه میخوام بمیرم که مثلا صبح ساعت 6 باشه و تو تختم باشم. خب بس اینجوریم. آره میبینی؟ آره من، آره من اینجوریم، من خیلی آدم ریز چیزیم اینجوریم. بعد بفهمید شما به نظر
ببین تو که مثلا اینجوری برنامه ریزی میکنی واسه آینده، خب به نظر واسه تنسای ایران آیندهشون چی میشه؟ حس میکنی؟ ترنس های ایران مثلا من الان که خب خیلی فرهنگ سازی شده، تو چند وقت دیگه هم همه راحت میشن، ولی خب کیفیت میاد پایین، یعنی مثل قبلا نیست که مثلا هی روز به روز کیفیت ترنس ها با کونیا میاد پایین تر، خب چون هی زیاد میشه و چیزی که زیاد بشه کیفیت عادی میاد پایین، میشه، عادی میشه واسه من، عادی میشه، همه ترنس ها میرن بیرون، همه پسرا کونیا، همه هر با همه ظاهر میرن، مردم هم سیر میشن دیگه، یعنی اون موقع دیگه اینجوری نیست که دیگه خیلی براشون جذاب باشه، یه زندگی عادی اینجوری. یه سوالی چند وقت پیش تو ذهنم گفتم ازت بپرسم، حالا هر چی فکرشو میکنم یادم نمیاد، حالا سوالای دیگه ازت میکنه، حالا تو اون که یادم اومد از سوال خیلی قشنگ مطمئن بود ازت میپرسم خیلی خوشت میومد، حالا حالا هر چی فکر میکنم تو یادم نمیاد چی تو ذهنم بود، حالا خب گفتم حالا سن دیگه سوالای دیگه ازت میپرسم. آره مثلا خب اگه مثلا بخواید به جز سکس بیزنس هر جور که مثلا مشترک چیز داشته باشه، خب اگه بخوای یه شغلی پیدا کنی که اونم باز به حال بده، اون چه شغلی مثلا میتونه باشه؟ خیلی سوالت قشنگ بود. اگر یه روز من نتونم مثلا کون بدم یا اصلا به هر دلیلی از این کار منصرف شم و استعفا بدم که خودم نخوام، من دوست دارم که توی چیز کار کنم، یعنی فقط تو آشپزخونه ظرف بشو. به این کار علاقه داری کلا؟ من توی سینک ظرفشویی پرفکتم. ببین مشخص از سینک ظرفشویی. به به خدایش خیلی فهمید. آره من اگر بخوام کون ندم دوست دارم تو آشپزخونه یه توی خونه ای فقط تو محیط آشپزخونه کار کنم، فقط ظرف بشورم، چون من خیلی علاقه به ظرف شستن دارم و خیلی تمیز میشورم و دوست دارم همه چی خیلی تم مرتب باشه، یعنی اگر که سینکم خیس باشه نمیتونم بشینم. آخه یه چیز دیگه، تو که مثلا خیلی ظرف ها نمیشوری، خب مسلمه بیشتر اوقات مشغول ظرف شستنی، خب آره. بعد ایش اون موقع ظرف شستن سکس کنیم؟ موقع ظرف ظرف میشورم نه، چون من زمانی که مشتری میخواد بیاد همه چی باید پرفکت باشه. اگر که مثلا من فکر کنم الان دو تا ظرف تو سینکم باشه مشتری بیاد من جواب نمیدم، نه ظرف ها باید سینک 100% تمیز باشه، خونه ریلکس، چراغ خاموش، دو تا شمع روشن شده باشه، هود روشن کنم و موزیک آروم، تمیز. اگر یه چیزی روی یه آشغال رو خونه باشه من نمیتونم مشتری رو بیارم. من اینجوری هنوز چه سکتی یا امتحان نکرده دوست داره امتحانش کنی؟ من به همه جور کون دارم، بزن به آره گروپ دادم، تنها دادم، تو دریا دادم، تو کشتی دادم، رو موتور دادم، هر جایی که تو فکر بکنی من کون دادم، از کیر سیر سیرم، اینم که الان دارم کون میدم فقط به خاطر سرگرمیه و اینکه کار جوونه مردم را بندازم، وگرنه با این سن کمم همه جور کون دادم، یعنی هیچ جوری نبوده که من از بهترین پسر تا بدترین پسر رو خوردم، کشیدم رو خودم، کباب، سوسیس، نمیدونم سلطانی، همه چی رو کشیدم رو خودم، دیگه هیچ چیزی نمونده که من امتحان نکرده باشم. پس دیگه سیره از قصد دیگه کلا همه رو امتحان کردی؟ من همه کارامو کردم با این سن کم و با این طفل بودنم، همه کونامو دادم، همه پارتیامو رفتم، همه کار کردم و اینکه فقط الان کون میدم فقط به خاطر اینکه سرگرم بشم، مردم رو راضی کنم، بهشون انرژی بدم. من بیشتر سکسام میدونی که یه صبح ساعت 5 صبح مرد پسرایی که میخوان برن سر کار قبلش میان منو میکنن. بعد حالا شده مشتری بیار ازت دزدی بشه تو خونه؟ چون اتفاق خیلی واسه دوستای من افتاده، خیلی افتاده. دزدی نه ولی از دوزی بدتر. چی بوده؟ چی بوده؟ آخه یه پسره بود عرب بود، بعد این کیرش خیلی کلفت بود، این کیرش خیلی کلفت بود و این میدونست که مثلا من دوستش دارم، بعد این اومد منو کرد
بعد که رفتش گفتش که تو چیز بودش، وقتی که منو کرد رفتش تو خیابون بود، گفتش آریم به من 200,000 تومان میدی بنزین بزنم برگردم، بنزینم تموم شده. خب من جواب ندادم، گفتم بی خیال، خب داره دروغ میگه، دیدم همجوری داره پیام میده، اصلا ایگنور کردم، یعنی گفتم بی خیال، جواب ندادم. و گفت اوکی پس جواب نمیدی، پس با خونت خدافظی کن، شب میام گفت پس با خونت خدافظی کن، گفت شب میام کل خونت رو خالی میکنم. آقا اینو که گفت ترسیدم، 200 نه 400 زدم، گفتم ببخشید همون بودم، پیامتو دیر دیدم. تعدیدم که گفت میام خونت رو همه رو خالی میکنم، چون آقا این چون شیشه ای بود، شیشه ای همه کار میکنن، و من و چون من برام مهمترین چیز آرامشمه. ببین باورت میشه ترانه، باورت میشه من اگر اینقدر خواب سبکی دارم، اگر کوچکترین صدا منو از خواب بیدار میکنه، اگر من شب ساعت مثلا 4 صبح میخوابم تا 1 و 2 بعد از ظهر، اگر تو این ساعت یه صدای کوچیک بیاد، یکی از جلو خونم رد شه، من دیگه نمیتونم بخوابم. من باید خیلی سخت، زندگی من خیلی سخته، من باید توی 100% تو آرامش باشم. وقتی که میخوام برم تو تخت همه چی اوکی باشه، خونه تمیز باشه، همه مشتری ها راضی باشن، هیچ کسی نه، مثلا یکی به من پیام میده من دارم میمیرم، من دارم میمیرم، یکی پیام میده میگه من دارم میام، وقتی که من بهش آدرس میدم یعنی زمانی که دارم میمیرم باید کونه اینو بدم، وگرنه دیوونه میشم، اینجوریم. ولی خیلی راحتن، طرف آدرس هم میده، شماره خونه، همه چی داره، راحت میره میخوابه، میگه سیکتیر بابا ولش کن کس ننش، میدونی؟ آره. ولی من نه، من وقتی که تعهد دارم توی زندگیم، به خاطری که نظم زیاد هستش، من وقتی به طرف میگه آدرس میدم 2 ساعتم دیر بیاد، من منتظرش میشینم، چون من خیلی برام مهمه، چون نمیتونم بخوابم، چون وقتی برم بخوابم میگم اوکی بنده خدا شاید براش کاری پیش اومده، 2 دقیقه دیگه میرسه، من الان باید حاضر باشم، میدونی؟ آره. بعد تو شما مثلا کاملا نیا، بعد تو منتظر بمونی و این نیاد آخرش، اون موقع چیه؟ نیاد برام نیاد، خیلی کم پیش اومده، 1-2 تا اونام که نیومدن فکر کردن من فیکم، اینا فکر میکنم من فیکم، یعنی خب چون من مثلا با لباسای های اسکولی که میپوشم، با این تله که میزنم، با این همه زیبایی، فکر میکنم من آدم فیکیم، و وقتی آدرس میدم میان دم در نمیان، فکر میکنم من دارم سر کارشون میذارم، ولی خب نمیدونن که نه، من اصلا استریتم، اینجوری نیستم. شاید 2 بار اومده و به خاطر این نیومدن سر کارم گذاشتن، فکر میکردن که من دروغ میگم، عکس مال من نیست، آدرس مال من نیست این. ولی بار دوم که مثلا اومد بعدن گفتم ببخشید ما بار اول نیومدیم، ما فهم ترسیدیم که شاید تو داری دروغ میگی، عکسات مال خودت نیست، آدرس یکی دیگر رو دادی، اونجا کیر بشیم، خفتمون بکنن، اینا اینجوری بوده. آره تا حالا شده مثلا بعد مشتری بیا سورپرایزت کنه، مثلا پول بیشتری بده، به کادو بهتری بده، یا مثلا یه کاری بکن تو سورپرایز بشی؟ خیلی سورپرایز که اینجوری شدم، مثلا حواسم نبوده طرف پیام داده گفته آریا من تو راهم، دیر دیدم، حواسم نبوده دیر دیدم، بعد از یک جای دیگه یکی دیگه هم پیام داده گفته من دارم میام، اون یکی رو جواب دادم، اون یکی اومده منو کرده، بعد یه گوشیمو دیدم گفته منم اینجا، اینو سریع انداختم بیرون که نفهمه که اینا اینو انداختم بیرون نفهمه که این بار منه، بعدش هم گفته، بعد اومده اینجا گفته این آقایی که از خونه تو رفت بیرون با تو بود؟ گفتم نه از خونه من کسی نرفته بیرون، من گردم نمیگیرم هیچی رو. گفت آره این آقاه از خونه تو رفت بیرون. میگم کی؟ از خونه من اصلا کسی بیرون نرفته، ببخش من داشتم دوش میگرفتم خونم رو برای تو آماده کنم. بالاخره اینجوری سورپرایز شدم. خدا شد خوش خیلی بدن. من اگه تو هم سوال داشتم اصلا بپرس تو سوالات قشنگه. چیز دیگه هم تو ذهنت رو به خود اضافه کنی که کیف خود بیشتر بشه؟ من اگه تنها چیزی که به خودم اضافه کنم، موامو میخوام مثل شما بانوی زیبا بلند کنم که یکم قشنگتر بشم، همین، وگرنه که خب همه چین پرفکته،
از نظر اندام، سن، پوست، همه چی خدا رو شو به عنوان یک پسر اوکیه. من همیشه خودم رو پسر میدونم. من همیشه خودم رو با پسر رو مقایسه میکنم. من هیچ وقت خودم رو با دختر مقایسه نمیکنم، چون من نه پوست دارم نه سینه نه هیچ. من پسر به دنیا اومدم و در قالب یه پسر خودم رو مقایسه میکنم. به عنوان یه پسر فقط میخوام موامو بلند کنم، همین. میخوام یه چیز خاص باشم، چون مردم اگه بخوام کس بکنم میرن دختر واقعی رو میکنن، نمیان که منی که مثلا کس مصنوعی دارم بکنم. پس من همیشه در قالب یه پسر کون میدم و الانم که خیلی موفق بودم. شکر، همیشه موفق باشه. ممنونم، زنده باشه. همچنین بعد چه سوال دیگه میخواستم بکنم؟ آها، چون میدونم تجربه تو سکس خیلی بالاه، خب به نظر پسر از چه مدل سکسی خیلی لذت میبرن؟ من چون سوالت خیلی قشنگ و بجا بود، ممنونم بابت سوال قشنگت عزیزم. من تو این 16 سالی که کون دادم و با هر نوع مردی، از خارجیش، افغانی، ایرانی، ترک، چینی، من یک کون بین‌المللی هستم. I'm international سوراخ. یعنی من یک کون بین‌المللی هم. آره، من به همه قشم کون دادم، از چینی، آمریکایی، افغانی، ایرانی، کرد، همه جا، روس، هر چی که تو بگی من کون دادم. و با این 16 سالی که کون دادم و تجربه دارم، بهترین پوزیشنی که پسرها دوست دارن اینه که یا رو کیرشون بشینی، یعنی طرف نشسته بشینی رو کیرشون، یا اینکه داگی لبه تخت ایستاده از کمرت بگیرن بکننه. این دو صورت خیلی بهشون حال میده. من الان کسایی که منو میکنن فقط به خاطر پوزیشن داگی منو میکنن و باورت نمیشه که خب چون بهت گفتم چون من لاغرم، بدنم خیلی نرم و خیلی اصلا فکر میکنی الان من تو این کیرش تو کونم میتونم پوزیشن رو چنج کنم. باریکالله. من ماشالله. باریکالله چی بگی؟ ماشالله. ماشالله. من ترانه بدون این که طرف بفهمه میتونم بدون این که کیرش یه لحظه یک سانتی جا به جا بشه تو کونم میتونم پوزیشن رو عوض کنم. باریکالله. لایک داری. آره، من بدون این که طرف داره منو میکنه بفهمه میتونم پوزیشنم رو چنج کنم، از داگی بکنم سیون، فرغونیش کنم. نه نمیفهمه، اینقدر بدنم نرم و اینقدر تحریکم زیاده. خب و چون داگی میگم خیلی مناسبه برای آقایون، چون من وقتی لبه تخت میشینم و کونم رو میدم بالا، کمرم رو میبرم پایین و سرم رو برمیگردونم طرف رو ببینم، میتونم طرف رو ببینم. و این خب خیلی، تو میری پایین کونی تو میگی بالا، طرف بخش ایستاده، کیرش تو کونت از کمرت هم گرفته تق تق میزنه. خب اینو من پیشنهاد میکنم با 16 ساله که کون دادم و خیلی و این آبو خیلی زود میاره، این پوزیشن آبو خیلی زود میاره. وقت به نظر دلیلش چه که وجود میاره؟ دلیلش اینه که مثلا برای من یکی که مثلا هر کی منو کرده آب زود اومده، به خاطر این بوده که خب کونم کوچیکه، سوراخم کوچیکه و و اینکه چون تنگم، اولا که چون کونم کوچیکه، کونم گنجشکیه، سوراخم صورتیه، کونم خیلی تنگ سوراخم، و وقتی هم که میزنه خب همه مردا دوست دارن به قول تو یه چیز بزرگ بکنن تو یه چیز کوچیک. مثل ماها که مرد هیکلی دوست داریم، مردم دوست دارن یک کون کوچیک، سوراخ جمع جوریه. وقتی سوراخ من اندازه یک نخوده از این نخوده کوچیک برای سالاد اولویه هستش، و وقتی کیر کلوفت 20 سانتیشونو میکنه تو اون، خب چرا آبشون نیاد؟ وقتی ببخشی الان یک کسو باز میکنی، ببخشی هندوانه با فوت میره، خب چجوری آب طرف بیاد؟ هندوانه با فوت. بعد سوال که پرسم جواب میدی، باز جوابت برام سوال میاره. بگو. میگی مثلا به همه کشورها دادی، چینی، هند، افغانی، ایرانی، کرد، کدوم پسر کدوم کشور بیشتر قبول میکنی؟ یه لحظه باران جان، یه خانم نمیشه حیف نت هم من رفتم، اجازه است من اینو بلاک کنم دیگه هنرم رو نبینه؟ من با اجازه ترانه جون این خانومو بلاک میکنم، چون قانون لایو اینه که من فقط خانوم تو لایوم بلاک میکنم، مردا که ریدم تو دهنشون اصلا I don't care who's care برام مهم نیست. ولی خانومی که
با حرفای من داره حسادت میکنه، من بلاکش میکنم. الان این خانومو بلاک میکنم، گفت حیف نتم چون من نمیذارم کسی هنر منو ببینه. باران ترانه جون، من نمیذارم کسی، این حرفای من هنره، درسته؟ بله 100%، من همش تجربه هست، تجربه هست. من به احترام شما که بهترین دوست من و خواهر من هستی، این خانومو بلاک کردم، نمیذارم هنرمو ببینه. اوکی؟ اوکی. حالا مردا هر گویی میخوانم، من کیرم هم نیست، I don't care who's که، من فقط با خانوما حساسم، چون من فکر میکنم اگه یه خانومی داره برخلاف من صحبت میکنه به خاطر اینه که داره به دادن من حسادت میکنه، درسته؟ آره. خب این خانوم بلاک شد. مدیر برنامه عزیز من، این خانوم تو چارت و پیجم بفرست که قبل از اینکه اسمش عوض کرده من بلاکش کنم. ممنونم. خب بریم بفرمایید. گفته که اصلا با پسرهای مختلف سکس داشته از شهر و کشورهای مختلف، کدومشون دوباره دوست مثلا میپذیری واسه سکس؟ مرسی بابت سوال قشنگت، خیلی سوالت به جا بود، ممنونم بابت این همه استعدادی که توی فن بیان داری عشقم. مرسی، سوالت خوب بود. من تنها با این همه کونی که دادم، من فقط عاشق کیر ترکم. چرا؟ چون خیلی خوب میکنن ترکای استانبول، همه مرداشون زیبا، هیکلی، مردونه و فقط میکنن، دیگه کون نمیدن، فقط میکنن. وقتی بهت پیام میدم میگم ما فقط میکنیم، نه ما نمیدیم، ما فقط میکنیم. و وقتی هم که میان تو رو میکنن، انقدر خوب تو رو میکنن، انقدر خوب پول میدن. وقتی میگی من 500 لیر میگیرم، میگه بیا 600 لیر. اوکی. از این که لارجن، بهشون میگم من، میگه چقدر، خودش میگه چقدر، برای کیرشون ارزش میذارن. ترک میگه چقدر میگیری، من میگم 500 لیر، میگه یا علی بسم الله این 600 لیر. خب بعد به جز ترک چی؟ خب میدونم تو ایرانی دوست داری، به سلیقه تو احترام میذارم، این دور از حرف شماست. دومین کسی که بهشون کون نمیدم افغانی ها هستن. افغانی ها بهشون کون نمیدم به خاطر اینکه کیراشون همه در داغون، آباشون زود میاد و اصلا بلد نیستن بکنن. این از سومین کشوری که بهشون کون نمیدم ایرانه. مرد ایرانی رو اصلا بهشون کون نمیدم، چون برای کیره و خودشون ارزش نمیذارن، نمیخوان خرج کنن. و کسی که برای کیره خودش ارزش نذاره، من بهش کون نمیدم. مرد ایرانی چون میخوان مف بکنن، من بهشون کون نمیدم. و یکی چون مرد ایرانی کیرشون رو همه جا میکنن، خر میکنن، اس میکنن، پیر مرد میکنن و هیچ ارزشی برای کیرشون نمیذارن، من بهشون کون نمیدم. اگم سند ویلای 1000 هکتاری تو شمال، توی نمیدونم فرشته و هر جای دنیا برام بذارن، من بهشون کون نمیدم، چون میگم شما برای کیرتون ارزش نمیذارم. من برای کونم ارزش میذارم، به هر کسی کون نمیدم. ولی شما میخوای فقط آبت بیاد تو کون، تو همه جا میکنین، تو چای دستشویی، تو کون خر، تو کون اسب. به خاطر همین ایرانیای عزیز، من به شما کون نمیدم. مرسی. من یک شیر بیارم مشخم سحری مو بخورم، تو یه کامنت بخون. نوشتن ما رو بیار بالا، اینا راست میگه خداییش، بله راست میگه، کن نداری بدی لعنتو، داره چشم بصیرت میخواد عزیزم، سگ تو رو میکنه، سگم بکنه به قرد که تو رو بکنه، تو اونو بکنی. مرسی الیزا عزیزم. خب بفهمید، بریم واسه پاکسازی کیرم، خودش که فرمودن یه سر کیرشون تصیب کنه. منظور که من I don't care، من برای مهم نیست که منو سگ میکنه خر میکنه، ولی من به مرد ایرانی کون نمیدم، این نظر شخصی منه. حالا تو فکر میکنی منو خر میکنه، منو هیچ کسی نمیکنه، ولی من همین کونی که دارم به قول شما سگ نمیکنه خر نمیکنه رو به تو نمیدم، چون تو برای کیر ارزش نمیذاری. تموم شد. آره چند تا پسر برات نام میدم، یکیشو انتخاب کن، اصلا کار به قومیتش نداشته، از نظر ظاهری بهت میگم و بگو که چرا دوستش داره. یه پسر سفید قد بلند خوش بدن و چشم ابرو مشکی، یه پسر همین جوری برای تتو داره کل بدنش مثلا پلم داره،
یه پسر لاغره، هیچی نداره، ولی کیر گنده ای داره، کدوم انتخاب میکنی؟ من آدمایی که لاغر هستن اصلا کون نمیدم. خب تموم شد بعدی؟ مثل خودم. خب بعد به جز اون دوتا کنوتش انتخاب میکنی؟ ببین به اون پسر که لاغر اصلا کون نمیدم، تتو هم برام اصلا مهم نیست، من فقط دنبال یه کسی هستم که خوب بکنه، یعنی تتو نمیدونم اینا برام مهم نیست. تو یه پسری رو برای من بیار قدش 1.50 باشه، ولی فقط یه بدن معمولی داشته باش، ولی خوب بکنه، من اونو برش میدارم. آها، برای حالا شده مثلا تو با یه دختر باشی با یه پسر با هم سکس کنی، مثلا گروه اینجوری باشه که یه دختر با اتون باشه؟ مرسی بابت سوال قشنگت، خیلی به جا پرسیدی عزیزم. من یک بار این اتفاق افتاده که یه دیگه آقایی بود، عرب بود، و ایشون اول یه شب اومد منو کرد، فردا شب دوست دخترش آورد، بعد دوست دخترش آورد، دوست دخترش دوست داشت که مثلا همیشه یه کونی اونو بکنه، و اون عربه من از تو کون میکرد، منم از جلو زنه رو میکردم. اوکی، من تو دارم مثلا از موقع که هم هست زنه بکنی، در صورتی میتونم مثلا این کارو بکنم که طرف از پشت بکنه تو کونم تا کیرم راست شه. خب تو سوالی نداریش؟ خب تو بپرس سوالات قشنگه، خیلی بزن. همه سوالایی که میپرسید اتفاق افتاده تو زندگیم. ترانه، تو میگی مثل ذهن تو هم مثل ذهن من خیلی خلاقه، سوال پشت سوال میاد. من زندگی پرحاشیه‌ای دارم. من بعضی موقع که با دوستان صحبت میکنم، وقتی که از زندگیم بهشون میگم، میگن آریان کار نداریم، ما میخواییم بریم، من الان سکته میزنم. یعنی یک چیزایی تو زندگی من اتفاق افتاده، واقعا میگن تو چقدر پرحاشیه ای. واقعا من با اینکه سنم کمه، ولی انقدر توی هر روز من یه تجربه است. یعنی تو فکر میکنی اینقدر من دارم راحت اینجوری صحبت میکنم به خاطر اینکه یه آدم پخته ایم. هر روز یه اتفاق تو زندگی من افتاده، هر روز یک تجربه جدید. یعنی تجربه های زندگی من خیلی زیاد، اصلا نمیشه شما بفهم. بعد تاش که مثلا خاطر برده داشتی تحقیق بردت بشه؟ برده نه نداشتم. یعنی از این من از من بهت گفتم که من تو زندگیم آرامش خیلی مهمه، و وقتی هم سکس میکنم باید تو آرامش باشه. من حتی اگه وقتی سکس میکنم تیوی روشن باشه خاموش میکنم، همه چی همه جا باید سکوت باشه، یه لامپ کوچیک روشن باشه و فقط طرف منو بکنه، همین. و نمیتونم مثلا تو سکس مثلا برده باشم، یکی رو بزنم بلندشم، اینا نه. سکس هم باید تو چارچوب تخت باشه، یا لبه تخت، یا وسط تخت، یا آخر تخت، یا پایین تخت باشه، و خیلی سکوت، و فقط اونجا همین چیز سکس باشه، برده باشه، بزنم اون عرعر کنه و مرور کنه، اینا نه اصلا. بعد حالا شده مثلا داری سکس میکنه، خب چه طرفه چه خودت، خب موقعی که داری آبتون میاد، خب آبش جای خیلی مثلا خنده داره بپاشه، مثلا باید جالب باشه، باید چرا اینجا پاشی؟ آره مرسی، سوالت خیلی قشنگ بود، مرسی بابت سوال قشنگت. دو بار اتفاق افتاد، دو تا، یه بار برای خودم، یه بار برای اون طرف. I used to be یعنی اینکه ببخشید اینجا هم لایو فان هم کلاس انگلیسی. I used to be یعنی قبلا، before I used to be، قبلا که من مثلا پوزیشن 7 رو انجام میدادم، یعنی همون فرغونی فارسی، پاهامو میدادم بالا، وقتی که طرف میکرد تو کونم من چرخ میزدم. از بس که پسر کباب بود و شد تون تون میزد تو کونم، و وقتی آبم اومد ریخت چی رفت افتاد روی موهام، اومد آبم انقدر شدت زیاد بود ریخت همش رو موهام، هوایی موشکی اومد روی موهام. این یکی از این. و یک بار دیگه هم از بس که طرف خیلی من براش کباب بودم و خیلی از کون من لذت برده بود، وقتی که کیرشه کشید بیرون آبش میمد رفت تو چشم. تو چشم خانم. آره از این قضیه خاطر باید تعریف کنم، خیلی خند و از نظر من خیلی خنده داده. بگو. من دوستم سوار ماشین دوست پسرش شدیم، بعد دوست پسرش تو راه
گفتش که به دوستم که من دلم الان میخواد خب، و دوستم به گوشیم پیام داد گفت من میخوام واسه این بخورم، خودت بزن به کوچه علی چه برن، تو نمیدونی که من در واسه مثلا. من گفتم باشه، اما من ساعتم کم سمت پنجره قشنگ به شیشه نگاه میکردم، به شیشه ماشین نگاه اونا نمیکردم. بعد طرف که اومده بود آبش به دوست ریخته بود تو دهنش، اومده بود توف کنه بیرون، همش پاشید به شیشه در عقب، آره یعنی اگش پایین بود همش پاشیده بود صورت من. من کلی وقت کلا بدنم سر شد و ترسیده بودم نگاهی. حالا همیشه جالب بر من سوال بود که مثلا بقیه هم سن چه چیز خنده برشون پیش میاد. مثلا یه بار دیگه دوستم مثل تو رفته بود تو چشش، بعد تو چشش لنز بود و لنز در نمی اومد، خوش شده بود چشش. اینم جذاب بود. آره من این خنده دار نبود برای من، این که اتفاق افتاد فقط عجیب بود، رفته بود تو چشم خنده دار. من تا حالا تو سکس هم نخندیدم، من تو سکس خیلی جدیم، باورت میشه؟ میدونم نخندید، من اصلا کلا سکس جدی دوست دارم، از اون کسان بعدا که بهش فکر کرد خندت گرفته که با چه همچه اتفاق افتاد. آره بعد خب بگو بازم مثلا سوال جدید شده مثلا آبت داره میاد اشتباه پاشه تو صورت طرف. بازم سوالت، مرسی، سوالت خیلی قشنگ بود، خیلی مرسی بابت این سوال به جایی که پرسیدی. اشتباهی نشده، کسکش من داشتم. ببین آرش، میدونی من میخوام چی بگم. من همون I used to be، یعنی همون پوزیشن 7 بودم، پاهم بالا بود، قرقونی بود، داشتم منو میکرد و داشتم جغ میدادم. کسکش عوضی از بس که کباب بود منو سپرایزم کرد. و وقتی که من وقتی که میخواد آبم بیاد نزدیک باشه، کلوز باشه، یعنی آبم نزدیک باشه بیاد، صدام کم کم میره بالا. یعنی من از 1 دقیقه صدای من شروع میشه مثلا آ آ آ آ آ آ تا برو بالا. یعنی از زمانی که حسم اینه که داره آبم میاد، صدام شروع میشه تا آخرش که میشه صدای صد. یعنی صدام از ولومش از 20 شروع میشه کم کم تا وقتی که آبم میاد 100 میشه. و وقتی که این مردی که داشت منو میکرد حس میکرد که آب من نزدیک، صدام داره کم کم میره بالا، 90 که رسید آب من اومد، کسکش به جای اینکه میخواستم لذت ببرن تو حال خودم، یه دفعه کیرشو کشید بیرون، اومد دهنشو گذاشت رو کیر من که آب من همه رفت تو دهنش. یعنی خیلی بد بود، یعنی منو سورپرایز کرد و خیلی، و یکی زدم تو سرش گفتم کس کشتر این کارو میکنی، من خواستم لذت ببرم. من اصلا دوست ندارم وقتی که یکی کول میدم دست به کیرم بزنه، من خودم دوست دارم خودم برای خودم جرح بزنم و دوست ندارم آبمو جز خودم کسی دیگه مثلا لمسش کنه، بعد رو خودم بیاد و دهنشو آورد و همه آب منو خورد. من نمیدارم مردا چقدر اینجوری کثیفه. بعد سوال دیگه مثلا تعقد وقت سکس میکنه بعد سکس چه اتفاقی بیفته وسط؟ ببین من سوالت خیلی قشنگ بود و به جا بود. من وقتی که سکس میکنم، وقتی آبم میاد، دوست دارم 1 دقیقه بخوابم، چون وقتی که من آبم میاد، چون خیلی با شدت میاد و خیلی لذت میبرم، اندازه 1 دقیقه من پاهام خشکه و رو هواست. آها بعد چی عصبی میکنه تو سکس؟ چی منو تحریک میکنه؟ عصبی تنها چیزی که مثلا کیرش بخوابه یا بلند نشه. یعنی من چون خیلی آدم کاملیم و فکر میکنم به عنوان یه کون خیلی موفقم و همه چیم پرفکته، ببخشید کونم یه دونه مو نداره، سفیدم، ترتمیزم، همه کارام اوکیه، همه چیم، آرایشم، لباسم، ماشاءالله، نام خدا، همه چیش پرفکت، پکیجم کامله. و من از یک مرد انتظار دارم وقتی که میاد سر قرار و منو میکنه، کیرش آماده باشه، نگه برام ساک بزن، نمیدونم یکم منو بمال اینجامو بمال. نه، مرد واقعی اینه که هنوز از در وارد نشده کیرش سیخ باشه. نه آره 100%. و وقتی که من داگی میکنم میگم چرا هیچی نمیره تو کونم، میبینم طرف هنوز داره با کیرش بازی میکنه، میگم چته، میگه هنوز بلند نشده و این منو پریود میکنه. آها اون سوالی هم که میخواستم از دوست حالا اومد به ذهنم. ببین بیشتر بر بیشتر ترنسای پوششی مثل من یا مثلا بچه های دیگه هم اتفاق خیلی افتاده. خب ببین چون تو هم خیلی شبیه دختر رایی، ممکنه طرف نفهمه تو مثلا ترنس یا پسر چیزی هستی، خب اصلا نپرسه ازت، بعد تو هم فکر کنی این میدونه که تو مثلا کیر داری، بعد بیاد تو خونه بخواد با سکسون ببینه تو کیر داری، تا شده همچه قصد پیش بیاد.
نه این سوالت خب خیلی خوب بود، ولی برای من هیچ وقت پیش نیومده. چرا؟ چون من یه آدم استریتم و گفتم خیلی وقت برام تلاست. من اصلا دست این بهونه رو دست کسی نمیدم که بخواد منو سورپرایز کنه، برینه به حالم بگه ای تو کیر داری، نمیکنم. نه، قبل از این که بیاد هر کسی که به من پیام میده اولین چیزی که بهش میگم، میگم من پسرم. اولین چیزی که به من پیام میده پسر، دو تا چیز من بهش میگم قبل از اینکه بگم سلام، کیرم تو دهنت، کیرم تو همه جات. اولین چیز دو تا چیز میگم: یک، من پسرم، من پول میگیرم، چون من وقت ندارم. من اصلا I don't care who's که من میگم go straight to point، یعنی برو سر اصل مطلب. یادداشت کنید go straight to the point یعنی چی؟ یعنی برو سر اصل مطلب. I don't care تو بیه به من گی هی هاو آر یو، نمیدونم سلام چطوری، who's care، I don't care. من میرینم دهن هر کی به من بگه حالت چطوره. من اصلا وقت نه، I don't have a time، من وقت ندارم باران ترانه جون، I don't have a time. Oh, yes. من تایم ندارم یکی به من بگه سلام چطوری. من I'm busy، من بیزی هم، من سرم شلوغه، من باشگاه دارم، کون دادن دارم، بچه داری دارم، شوهر داری دارم، لایف دارم، خونه تمیز کردن دارم، ویکیشن دارم. I don't have a time. I don't talk. Go to point. Go straight to point. یعنی اینکه برو سر اصل مطلب. یک، من پسرم، من پول میگیرم. دوست داری میدون یا علی؟ نداری سیکتر گیت. سیکتر. سیکتر. من نه محتاج کیرم نه بخت دارم. تو بعد منو میکنی، بعد بر من وقت بذاری، پول داری، همین. یا علی بیا میدون، نداری سیکتیر بابا، کسکش مثل هر چطوری چی کار میکنی بام شو بابا. آریم به نظر تو خب مردا از چه رفت داره تو سکس بعدشون میاد؟ از چه رفت داره، از چه کاری تو سکس داره بعدشون میاد؟ مردا تنها چیزی که بعدشون میاد اینه که هر چی بگم گوش نکن. من مرده گفته خواهیمو بخور، گفتم روی کشان خوردم، طرف گفته کونم رو بخور خوردم، لیست زدم کونشو، گفته نوک سینم رو بخور خوردم، گردنم رو بخور خوردم، کیرم رو بخور، هر کاری گفته تو سکس کردم. و این باعث شده که من مشتریام زیاد شده. مرد اینه، مرد کینگ رابطه است، ما باید اینو بدونیم. مرد اگر هیچی هم تو وجودش نباشه احمقه، توهمیه، فکر میکنه ماشاءالله الان شوهر جنیفره، میدونی مثلا اینجوری فکر میکنه با خودش. و به خاطر اینکه روحیه تخمیشو به هم نذاریم، بعد هر چیزی که تو رابطه میگه بعد گوش کنی. مردا نقطه ضعف بعدت بیا، حتی که بعدت بیا. خب اولا که من با کسی که کیسم نباشه رابطه نمیذارم، بعد اونم که مثلا بگه بخور، با اینکه بعدم بیاد میخورم. آره مثلا من دوست ندارم، مثلا من همه کار میکنم تو سکس. من طرف، من خیلی دوست دارم یه مردی که مثلا منو میکنه استریت، کونش گنده است، سوراخشو بخورم براش. چرا؟ وای نات. من عاشق پسرایی ام که سوراخاشونو بخورم، و این به خاطر اینو مشتریام زیاد میشه. ولی خب دختر از این کارا نمیکنم، من میخورم. من یه پسری که کونش گنده باشه، پربو باشه، کونشو باز میکنم، سوراخاشو براش لیست میزنم، خایه‌هاشو میخورم. مثلا پسره یه آقای هستش 1.80 با 200 کیلو، کون گنده ای داره، خوشگل، فرموی صورت، همه چوکه، میاد خونه من میخوابه، من از پشت که خوابید روی سینش خوابیده، کیرشو برمیگردونم، اینه همینجور که دراز کشیده کیرشو الله پاش برمیگردونم، ساک میزنم، عاشق اینه. و همجوری هم سوراخشو لیست میزنم، هم خایشو. خب این بهش حال میده، همیشه مشتری من. بعد تو لباس سکسی موقع سکس چقدر تاثیر داره؟ او مای گاد، آبطلا، thank you so much for asking. خیلی سوال به جا بود، ممنونم بابت سوال قشنگه. یکی از مهمترین چیزایی که مردو، تو قیافه کیری داشته باش، تو اصلا هیچی نداشته باش، بشکه گوه باش، یه لباس سکسی بپوش میکندت. بعد خب چه سبکش بیشتر میپسندن؟ مردا فانتزی مردا های اسکوله. های اسکول، ام ساری بچه‌ها که من انگلیسی میگم، های اسکول. های اسکول چیه؟ اینا این هزار نفری که اصلا همه یه مش بی سوادن که اصلا های اسکول رو نمیفهمن. خب های اسکول، های اسکول یعنی لباس چیه؟ یه دامنه
دامن چینچین کوتاه با جوراب تا جای زانوت و یک دکولته. اینو میگن های اسکول. این لباسو که براشون بپوشی میمیرن برات. و خانمای لایوم نرید از فردا های اسکول بپوشید، چون به اون بدنه چاق کسای گشادتون و بدنه چربیتون نمیاد. های اسکول جاست فور می. من لاغرم، من باربیم، من قد بلند و کشیدم، های اسکول فقط به من میاد. مرسی، بفرمایید. الان عکسش هم نشون میدم های اسکول ها. اوکی باشه. الان مثلا با معلول هم سکس داشتیم؟ چی؟ با معلول، مثلا اگه پسر که معلول باشه، ویلچری باشه، مثلا یه پا نداشته باشه، کچیشش کور باشه، مثلا مشترید باشه، تا اینجور سکس داشتیم؟ یه بار یکی بود چشش کور بود ولی بهم نگفته بود، وسط سکس فهمیدم. آخه کسکش شب بود، عینک زده بود. واقعا نفهمیدی؟ من نفهمیدم. خب عکساشم همه با چیز بود، همه عکساشم با عینک بود. خب من چه میدونستم دیگه، گفتم خب این الان بیاد، خب شب دیگه عینکشو برمی دیدم و همون عینکش اومد. بعد گفتم چرا عینک تو بر نمیداری اینا، بعد دیدم اینجوری برداشتم چش کوره. بعد سکسش چطوری بود؟ سکسش هم مثل چشاش. بعد دوستای طرفت که میاد سکس کنه اون تیپش چطوری باشه؟ من که کسی که دوست دارم منو بکنه، من فیتیشم اینه که یک مرد کفش ورزشی بپوشه، شلوارک ورزشی با تیشرت ورزشی. فول فانتزی منه. بعد چیه مرد به جز کیرش خیلی تحریکتون کنه؟ بازواش، سیستکش، رونش، فیسش؟ فیس، I don't care about face. خیلی فیس نمیتونه منو مثلا چیز کنه، چون من بیشترشم داگی هم، فیس طرف رو نمیتونم. بعد از کیر یک مرد چی میتونه منو خیلی تحریکم کنه؟ چیزشه، همین سینش، بالا تنش که گنده باشه من تحریک میشم. بعد موقع سکس مثلا دیده انگوش میکنن، یه سری انگوش میکنن توی آدم، این براتون لذت بخشی یا مثلا نه خوشت نمیاد؟ نه، من از این مورد داشتم، طرف خیلی فول کیس بوده، کیرش هم خوب بوده، کسکش یک بار کیرشو در میورد، هی انگوش میکرد، انگوش زدم کیرشو میکرد، زدم زیر گوشش، بلند شدم لامپ روشن کردم، یک زدم زیر گوشش، مادر فاکر بچ. Get out my house. گفتم گم شو از خونه من بیرون. کسکش فکر کردی من چیم؟ یکی انگوشت میکنی و کیرشو میکنی. خدا دستت باشه. آره قرمز شد. ما چون سکس همون از عقبه خب، چه نکاتی قبل سکس برایت کنیم؟ یکم استراحت بده. با تو میگی سوال بپرس، من همین سوال میپرسم. آخه همیشه تو لایف نظری تو بیشتر سوال میکنی. گفتن یه بار من بیام خیلی ازت سوال کنم. آره باشه. تو قبل سکس سوالت خیلی سوال قشنگ بود. قبل سکس من مال خودم رو میگم، هر انسانی متفاوته، شاید تو متفاوت بشیم. من خودم اولا که اگر مشتری پیام داده گفته که من نیم ساعت دیگه میرسم، اگر که من چون خیلی زندگیم رو اصوله، اگر که غذام گرم باشه نمیخورم. من مورد برام پیش اومده تا غذام رسیده طرف گفته نیم تو راهم، غذا نخوردم، گذاشتم که بعد از اینکه طرف بره بخورم. خب ببین این کاراست که من یه کون موفق کرده، باورت میشه؟ باید آدم تو زندگیش از خودگذشتگی داشته باشه. تو صنف ما کونا، ما باید از خودمون بگذریم. من به خاطر کیر، به خاطر مشتری که روش خرابکاری نکنم، یعنی نرینم، غذامو نخوردم، غذای گرم بر من از رستوران شاندیز 3 پرس کوبیده سلطانی شیشلیک همه چی فرستاده بودن. با اینکه بسیار گرسنه بودم، از تمرین ورزش اومده بودم، دست نزدم چون گفتم اولویت مشتریه. خب
من با اجازه دارم حرف بزنم، ولی با آب بخورم. اوکی، تو گوشی تو بذار برو، یعنی تصویر تو ببند برو بیا. خب اوکی، آره من غذا نخوردم یه، بعدش هم که رفتم دستشویی شلنگشور کردم. من یه شلنگی مخصوص دارم برای کونم، دارم قبل از کون دادم اینا با فشار زیاد 10 بار تو کونم میکنم، هر چی که تو شکمم هست خالی میکنم ترتمیز. بعد اون کرم کونم رو میزنم، ادکلن کونم رو میزنم و روغن کون دادن مخصوصم رو میذارم کنار تا مشتری بیاد. این بعد من شنیدم میگم پاستلم بخورم خیلی خوبه. فور وات؟ برای چی؟ میگم نمیذاره مثلا کثیف کاری بشه. حتی پورنستار میگم پاستل خیلی میخوان قبل سکسش. خب یعنی این چه کاری میکنه؟ خب نمیذاره مثلا میشو بگو. خب نمیذاره مثلا معدت سری کار کنه موقع سکس، رودت کار کنه سری، نگه میداره چیزا که قبلا خورده که مونده، نمیذاره کثیف کاری بشه. خب اینو نشنیده بودم، ولی یه بار امتحان میکنم. ولی اینو دقت کن که من کونم کوچیکه عشقم، من 10 تا پاستیلم بخورم ولی بازم خرابکاری میکنم، چون خب من کونم کوچیکه. نه خب اونا کوناشون کوچیک بوده پسر پورنستار، من تا خیلی به هم سوار بود. یکی که مثلا اون بر آب بود دیده بود به من گفت، گفت اینا قبل سکسشون شکم خالی خیلی پاستیل میخورن و گفت صبح هم بدن چیزشون نمیشه. یه سوالی من ازت میپرسم، وقتی تا حالا شده مثلا داگی بدی برای سوراخ خودتو ببینی؟ داگی بدی برای سوراخ خودم ببینه؟ آره نه تو من میبینم تو دیگه. آره تو کده همه چیز عجیبه، اصلا میگفتی نمیتونم ببینم، من تعجب میکردم تو کدن یه موجود خارق العاده ای. آخه چون هم... میدونی چیه من؟ آره چون وقتی که لبه تخت داغی میکنم من سرم قشنگ برمیگرده، اصلا بدون هیچ دلیلی من برمیگردم و دارم نگاه میکنم طرف داره منو میکنه. و وقتی بهش گفتم کونمو باز کن، کونمو باز میکرد، من سوراخمو میدیدم و میدیدم که کیره طرف تا آخر میره تو کونم. یعنی تو مثلا کلت به کیرت هم میرسه درسته؟ من یعنی الان که من الان میتونم آره کیره خودمو ساک بزنم. تو دیگه خیلی حرفه‌ای، خیلی تو دیگه حرفه‌ای، ما عمرم بتونه همچین کار کنم. ترا نمیدونستی من خوشبخترین کونی دنیا؟ بهت میگم چرا. چرا هستم؟ من خیلی کلیر، کلیر یعنی این که واضح. بچه ها اینجا جز این که یه لایو آموزنده و فرهنگی هستش، انگلیش کلاس هم هست. یعنی شما میتونید تو لایو من هم لایو انگلیسی یاد بگیرید، هم آموزش سکس، هم آموزش خانواده، برای همه چی. Thank you so much. Clear یعنی این که خیلی واضح بهت بگم. من کیرم 27 سنت. من الان ریاه نباشه کیرم از کونم با ارزش داره. با اینکه کونم هم خیلی با ارزشه، ولی اگر بخوان مردها مقایسه کنیم بگن که مثلا کون منو با کیرم مقایسه کنن، شاید مثلا من الان یک کون میدم شب تا صبح 1 تومن، ولی کیرم شب تا صبح 10 میلیون. چون کیرم، ببین من کیرم همیشه بلنده، بدون اینکه کیر بخورم نخورم هیچی، اصلا کیر نباشه مرد نباشه، کیر من سیخه، همیشه کیر من سیخه، زود سیخ میشه و خیلی کیر خوشگلی دارم، قهوه‌ای سوخته و سرش خوشگل، تنه کلوفت و خیلی کلوفت و اصلا خیلی شیک، با یه بدن لاغر، با یه کیر کلوفت 27 سانتی سیخ و خیلی جذاب و آماده. و به هر مردی که میاد میگه میشه دفعه بعد مثلا بهت بیشتر پول بدم فقط کیرتو ساک بزنم، و من از این خیلی خوشحالم. من هیچ وقت نگران آیندم نیستم، به خاطر همین خودم خوشبخترین میدونم، چون همین الانم نتونم کول بدم از کیرم کار میکشم. آره اگه برگردی گذشته مثلا خیلی خیلی بچه که خب دوست داری باز کنی بشه؟ وای خیلی سوالت قشنگ بود و به جا بود، اجازه بدی من این سوال یادداشت کنم. نه اینو من باید یادداشت کنم، این سوال موندگار من، یه لحظه ببخشید من در نوتیسم رو بیارم، عشقم نوتیسم رو بیارم. خب چون میخوام یادداشت کنم سوالت دوباره بپرس.
میگن اگه برگردی به آینده به زمان بچگی که مثلا اتفاق بعد افتاد و کونی شدی، اگه دوباره برگردی دوست داری باز دوباره کونی بشی؟ مرسی، سوالت خیلی قشنگ و به جا بود. بله، من اگه برگردم به گذشته با افتخار، اگر که مثلا من تو 9 سالگی کونمو دادم، سعی میکنم هم به دنیا اومدم کونمو بدم، چون من الان خوشبخت‌ترین کون دنیام. هر چی که تو زندگی دارم به خاطر کونمه. این قصری که تو زندگی میکنم، این همه زمینایی که دارم، ویلاهایی که دارم، تو هر کشور چیز دارم، فرودگاه شخصی دارم، تو هر کشور یه خونه دارم، اینها همه به خاطر برکت کونمه. وای نات، چرا که نه، همیلان خوشبختم، برمیگشتم به گذشتم، کون میشدم با افتخار، کونی میشدم و سرمو بالا میگرفتم، به همه کون میدادم، پولمو میگرفتم، تموم شد. بعد دوستاشی دوباره تو ایران باشی یا نه یک کشور دیگه باشی؟ فرق نمی کنه، چون من همه جای دنیا بکنمو دارم. آره. یکی 2 دقیقه کامنت بخون. نوشتن آره لون کنه تا میخوری دیگه. یکی نوشته ریل میخواد مبارکت باشه. نوشته ویلا داری وقت بابت پول گدایی میکنی؟ گدایی شغل دوم همه. من این شیر بیارم بیارستم من یه شیر بیارم انرژی سحریمو تو لایف بخورم. آره که نوشته کونه 10,000 تومن ارزش نداره. خب من کنم 10,000 تا ارزش داره، اگه روزی 10 بار بدم میشه 100,000 تومن. یکی نوشته آری هم یا میکنم. خب منم کنم دیگه، بیا بکن. خب نوشته هم چایی یا این شیره، من سحریمو با یه لیوان شیر بخورم. بفهم نوشته ایران به دردش نمیخوره، قینش اینه پولش نمیدن، در این کونش کوچی که به درد نمیخوره پولش نمیدن. بفرمایید سوال بپرس. نوشتن آریان همه خود سوال پرسن. حالا بپرس. بله از تو سوال دیگه ازت بپرسم، چالشی باشه توی خونت. خب بعد از اتاق خوابت کجا بیشتر واسه سکس می‌پسندی؟ جز اتاق خوابم دیگه، تو لیوینگ روم روی این کاوچه اگر اوکی بشه، وگه نه خودم زیاد دوست ندارم. کوین میخوام برگردم روی. آه اوکی. آره خیلی هم با حال اونجا اتفاقه، اینجا دوست دارم بدم. بعد به نظر تو فضای اتاق، چیدمان اتاق چقدر تاثیر داره تو سکس؟ چقدر تاثیر داره تو سکس؟ چیدمان سکس؟ خب من که یه تخت دارم و دوتا کمد امین کناریاشو نمیدونم اسمش چی، از اینا دارم و آره. چی تاثیر داره تو دادن تو اتاق خواب؟ مثلا دیدی یه سری اتاق خوابشون خیلی خوشگل میچینن، خب این چقدر تاثیر داره تو سکس؟ سری اصلا برشون مهم نیست، مثلا میگن یه جا باشه سکس کنم تموم شه بره. بعد از کدوم بیشتر تاثیر داره؟ خب ببین، اگر محیطی که داری کون میدی که خب تمیز باشه، دیزاینش خوب باشه، که خب خیلی ببین برای سکس، برای کون کردن یا کون دادن، آرامش زمینه اوله. اگر توی سکس آدم آرامش نداشته، چجوری میتونه فوکوس کنه؟ چجوری میتونه فکر کنه که داره یکی رو میکنه؟ پس تنها اولین چیزی که برای دادن یا کردن مهمه، آرامش محیطه. یعنی تو اتاق خواب الان من باورت میشه مثلا طرف الان هر کی که میاد خونه من،
که میخواد منو بکنه کاندوم استفاده نمیکنه، ولی من استفاده میکنم. میگم چرا نمیخوای کاندوم استفاده کنی؟ میگه تو سالمی. میگم تو از کجا میدونی من سالمم؟ میگه مشخصه از بدنت، از خونت اینا. میگم درسته من سالمم، ولی من بدون کاندوم نمیدم. باورت میشه؟ خب خیلی مهمه. الان تو یه خونه ای بری که اتاقش کثیف باشه، طرف اول نمیکنه تو رو، به جای یه کاندوم 100 تا کاندوم میذاره. در دادن، تمیز بودن خیلی مهمه. من اتاق خوابم وقتی که یکی میاد همین مرتبه. حتی باورت میشه من وقتی میرم تو اتاق خوابم، وقتی که با مشتری میرم، خودم مثلا پتومو برمیدارم میذارم کنار، مثلا بالشتامو میذارم کنار که میخوام بدم. یعنی همه چی مرتبه که وقتی مشتری میاد داخل انرژی مثبت بگیره. آقا همه تو هم سوال غیر سکسی هم ازاد بپرستم، من این سوال از خرم میپرستم. بپرس که لایف بخوای تبدیل دو دقیقه مون. اگه بخوای تبدیل به یه حیوان بشه، چه تبدیل چه به حیوان میشه؟ خب عشقم، از اونجایی که همه میگن آریان جون چشمات شبیه آهوه، خب بله آهو. از اونجایی که میگم ماشاءالله مثل آهو صاف و تمیز و زلال و ماشاءالله تق 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 مثل آهو میدویی و آسمونا هستی، من اگه دوستشم حیوان باشم آهو. بعد به نظر اگه آهو هم شدی کونی میشدی؟ خب 100% دیگه، مثلا اگه میشه آدم آهو باشه کونی نباشه. یه چیزی بگم، تا حالا شده یه کسی مثلا، خب یکی اینو بپرسیم بریم، مثلا یکی به تو پیام میده میخواد تو رو بکنه، تو ازش عکس میخوای دیگه، درسته؟ 100%. خب بعد خیلی کبابه و خیلی هم نیاز داری تو رو بکنه. این برای من پیش اومده، میخوام ببینم برای تو چجوریه. یکی مثلا تو حشری هستی و یه کباب به پیام میده، عکسشو میفرسته، بعد به تو میگه چند، تو میگی چو باحال، میگی چون کبابه به من الان به نیازش، به کیرش نیاز دارم، خب اوکی، مثلا از هر مشتری مثلا میگم 1 تومن میگیری، به این میگی مثلا 200,000 تومن، مثلا یه چیزی میگی که مثلا چیز نشه، میگی 200 تومن. و وقتی که میگی 200 تومن، اون میگه ببخشید من 200 تومن ندارم، الان فقط 100 تومن تو کیفم دارم. تو بازم میگی به خاطر که کبابه، میگی باشه مشکلی نیست. و وقتی که بهش میگی 100 تومنم اوکی، بعد میگه ببخشید الان که نگاه میکنم اون 100 تومنم نیستش، مثلا میشه، بعد با تو میگه میشه بیام مثلا این دفعه رایگان بکنم، سوال نزد تو چی میگی؟ آش خانم که کلا بیزنس نمیکنم، کلا کسی برای کباب باشه، ولی مطمئن باشه اگه همچین اتفاقی برام میافتاد قبول میکردم. خب اگر بیزنس میکردی ولی به کیرش نیاز داشتی میگفتی باشه بیا، قبول میکردم. آره، چون 2 شب پیش این اتفاق برای من افتاد، الان عکس پسره رو بهت نشون میدم. این من پیام داد، خب مثلا هر کی به من پیام میده من اول میگم عکس بفرست، و وقتی عکسشو فرستاد خیلی از بالا تنش هیکلی سبز از اینایی که بود که اصلا پارت میکرد، صد من مثلا آدم شناسم، گفتم حالا چون تو واقعا به کیرشم نیاز دارم و اینا، گفت چقدر میگیری؟ من بهش گفتم 500,000 تومان. بعد این گفتش که من 500,000 تومان ندارم، 200,000 تومان دارم، میشه بیام بکنم؟ و گفتم حالا فقط مفت نباشم، فقط برای ارضا شدن خودم، 200 تومن برای من چیزی نیست، ولی فقط فکر نکنه من آدم بی ارزشی ام، مفت بیاد بکنه، 100 تومنم میده فقط بده که دقیقا پول کاندوم بشه. گفتم باشه بیاد. بعد 2 دقیقه دیگه پیام داد، گفتش آریان من الان کیفمو نگاه میکنم اون 200 تومنم نیستش، فکر کنم مادرم رفته شیر خریده یا نون خریده صبح. گفتم باشه مشکلی نیست، بیاد. بعد دیگه اومد و بعد واقعا اینقدر خوب منو کرد که وقتی میخواست بریم گفتم بیا این 200 تومنم بده به مادر برای فردا تا نون بخره. آره، بعد چیز کرد. فقط یه چیزی میخواستم، یه سوالی ازت بپرسم، اینو از همه پرسیدم، تو شرایطی که این کباب اومده بود منو بکنه، من چون یه روز رابطه نداشتم و خیلی نیاز داشتم، و وقتی این کباب تا فقط میذاشت درم آبم میومد، تو این شرایط چی بهم پیشنهاد میکنی؟ من دوست داشتم آبم نیاد و منو بکنه، چه پیشنهادی داری تو این شرایط من چیکار کنم؟ قبل اینکه بیاد خود ارضایی کن. خب نمیدونم، اینو یکی دیگه هم همینو دنیام پرسیدم همینو گفت، قبل از اینکه بیاد خود ارضایی کن.
واقعا؟ که مثلا تو تابت نه یه بار تو منطقه باشه. خب نظر چیه که دو بار آبم بیاد؟ خب اگه اینجوری میتونه خب اینجوری چه بهتر. و اینجوری چون ببین مثلا وقتی آبت درد بزنی آبت بیاد خب تا اون تایمی که اون بخواد بگه تایمی گذشته، بعد دوباره تو انرژی میگیره. خوب. ولی اگه موقعی سکتر دو بار آبت بیاد تو کلا انرژیت میره دیگه، حال نمی کنی با اون سکس. آخه این خیلی کباب بود، این کسکش اینقدر خوب بود، کیرش هم اینقدر خوب بود، تا میذاشت اصلا میدونی کون من معجزه میکنه. جز اینکه خودم اصلا با کون خودم حال میکنم، طرفم که خدا بهشته براش، و وقتی میذاشت تو کونم اصلا هیچی بدون اینکه به خودم دست بزنم هیچ کار میکردم، میخواست بریزه اینجوری، از بس که اینقدر حشری بودم، اینقدر تبم گرمه، تا میذاش تو کونم من اینجوری خراب میشدم، میگفتم نکن داره آبم میاد. خب میخواستم لذت ببرم. خب میدونی ما کونیا که یه بار آبمون بیاد بعد مثلا دیگه خب طول میکشه که مثلا لذت ببریم، آف میشیم. تا میکرد تو کونم میگفتم نکن داره آبم میاد، ولی دیگه واقعا هی میکشید بیرون، دیگه نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم، دیگه بالاخره آبم اومد و لذتم رو بردم. یعنی خیلی بد بود، به خاطر همین دنبال یه را. این خیلی برام تو زندگیم زیاد پیش میاد. گفتم چیکار کنم؟ سلام فرزین جان، خوبی؟ خوش اومد. من میدونید دوستم بیشتر باشه پسر رو سکس کنه چی؟ مثلا میدونم یه پسر هست خیلی کیسم اوکی بهم پیام میده، ولی زیاد طلبم نیست. من با اون پسر هم سکس کنم که خیلی طلبم باشه، خیلی دوست داشته باشه با هم سکس کنه، خیلی منتظر باشه با هم سکس کنه. من با اون بیشتر حال میکنم تا اون پسر که خودم دوستم ولی زیاد طلبه نیست که با هم سکس کنه. من اینجوری بیشتر حال میکنم. سلام فرج جان، خوبی؟ فرج جان اگه میتونی بیه بالا کامنت بذارشم خوشحال میشم. ببین این که درسته تو این فانتزیه تو، ولی میدونی من اصلا اینجوری نیستم. من اصلا چون برای من هیچ فرق نمیکنه. من کیر میخوام. خب من کیر میخوام و برام اصلا مهم نیست که نازمو بکشه تو کفم باشه. من اینه که کیر بره تو کونم، هم در این دستت همه، فقط کیر بره تو کونم دیگه برام مهم نیست. بابا این یک سال علاف منه، همین الان با من آشنا شده، اصلا هیچ، من فقط دنبال یه کیر خوبم که بکنه تو کونم آبم بیاد. برام مهم نیست بابا این از من خوشش میاد نمیاد، یک سال تو کفم بوده، دو سال تو کفم بوده، یا اصلا هیچ، فقط خوب منو بکنه به آبم بیاد. یا علی تموم شد. من اگه طرفم 1% هم حس نداشته باشه با سکس نمیخوام. اصلا دوستان دارم طرفم اوکی نباشه، دوستان دو طرفه حال کنه. خب ببخشی طرفی که متعال نکنه، خب کس ننش که نخاریده بیاد تو رو بکنه. خب نه میگم حتی 1%، حتی یه دوستان طرفم با همه چه من حال کنه. خب کسی من میکنم با همه چی من حال میکنن دیگه. نه مثلا دوستان دوست پسر هم گفته موقعی که میخوام سکس کنم دستا بگی جلوت من نبینمش. خب اون گوه میخوره میبود تو سکس میکنه طرف همه جوری که هست، تو تازه برخ از خودش باشه با تو سکس میکنه، چون توی موجود خاصی. میدونی چی میگه هم اصلا متخلیه این؟ خب اینا به خود فرد بستگی داره. من برعکسم، من هرچی من دوست ندارم مرده کیرم رو ببینه، به خاطری که من برای کیرم حرمت ارزش قائلم. من به خاطری که کیرم رو خیلی دوست دارم و عاشق کیرمه، دوست ندارم. یعنی فکر میکنم که این مردی که داره منو میکنه لیاقت اینو نداره که کیر منو ببینه. فینیش. من فکرم اینه. ببین همه چی به اینجا بستگی داره، تو با خودت چی فکر میکنی، اینجا چی میگذره، و این که اینجا فکر میکنی میاد تو زندگی. من I believe یعنی بچه هم من انگلیسی هم اینجا هست. I believe یعنی من اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم کیر من کونی از همه کیرا با ارزش داره، و اون مردی که داره منو میکنه لیاقت اینو نداره که کیر منو ببینه. نهی، من اجازه نمیدم مرد کیر منو ببینه، دست به کیرم بزنه. ولی شده طرف وقتی اومده منو بکنه، گفتم 1 تومن 5 تومن گذاشته فقط کیرم، گفته کیر تو باید ببینم، 5 میلیون چک کشیده. گفتم سیکتیل گیت، کیرم رو بهت نشون نمیدم، 10 تومن گذاشته رو میز. گفتم بلندتر، سیکتیل گیت، 20 تومن گذاشته. تا 100 رفته پولش رو انداختم تو صورتش، گفتم کیرم رو نشون نمیدم، لیاقت اینو نداری. دیدم
سند ویلای 1000 هکتاری رو کشید رو میز گذاشت، پاره پارش کردم انداختم تو صورتش. گفتم ببین کیره، منو نمیتونی با این چیزا بخری. دیدم زانو زد، گریه کرد، گفت به جون جدت فاطمه زهرا دلمو نشکن. اینه که گفت، گفتم یا علی، رفتم بهش نشون دادم. یه موقعی مثلا میگم آریا این سر از کجاش میارن، از خوده چجوری به زنده سه چیزا میرسه. واقعا تو هم استعداد این هم داشتی که بازیگر باشی. واقعا من بیشتر، خب بیشتر از این که بینندام لذت ببرن، چیز زورشو میده، یعنی زخمی میشن، از این خوشم میاد که حرفام خیلی را زخمی میکنه. هیچ کاری نمیکنم، با حرفام زخمیشون میکنم. خب تو بگو میری؟ آره از اگه اجازه میدی من از حدود مرخص شم. مرسی، بازم بیا، خیلی خوش صحبتی، مثل خودم بسیار خلاق هستی و سوالای قشنگی میپرسید. به دوستت دارم خودم. قربونت برم، مرسی که وظیفه بود.